سوز و گداز رژیم از ادامه بازداشت دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک. تجمع اعتراضی مربیان پیشدبستانی در خوزستان. حمله به فرودگاه تیفور سوریه و تأسیسات سپاه پاسداران در این فرودگاه. روزنامه حکومتی وطن امروز نسبت به ادامه بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در بلژیک پس از گذشت 11 ماه سوز و گداز کرد. این روزنامه حکومتی نوشت 11 تیر ماه 1397 بلژیک و اتریش همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا اعلام کردند 5 نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین در پاریس بازداشت کردند. حتی در صورت احتمال ارتکاب جرم توسط اسدی نیز اروپایی‌ها حق بازداشت وی را نداشته و حداکثر می‌توانستند وی را به عنوان عنصر نامطلوب از کشورشان اخراج کنند. این روزنامه حکومتی وزارت خارجه روحانی را سرزنش می‌کند که چرا در پاسخ به دستگیری اسدی چند دیپلمات اروپایی در ایران را بازداشت نکرده است و آنهایی هم که در بازداشت بودند آزاد کرده است. صبح امروز مربیان پیشدبستانی استان خوزستان در شهرهای مختلف تجمع کردند. تجمع کنندگان در اهواز در مقابل استانداری رژیم نسبت به وضعیت شغلی و استخدامی خود اعتراض کردند. مربیان پیشدبستانی در شهرهای دیگر خوزستان از جمله شوشتر و گتوند تجمعات اعتراضی مشابهی برگزار کردند. آنها خواستار تغییر وضعیت شغلیشان به وضعیت مربیان حق التدریسی هستند. در جریان مسابقه فوتبال بین تیم‌های پرسپولیس و داماشه گیلان در استادیوم فولاد اهواز، یکی از تماشاچیان وارد زمین بازی شد. وقتی نیروهای سرکوبگر انتظامی او را گرفتند، جمعیت با بطری آب و اشیاء دیگر به ماموران نیروی انتظامی حمله کرده و خطاب به ماموران نیروی انتظامی فریاد زدند: بی شرف ولش کن. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند بامداد امروز دوشنبه پایگاه هوایی تیفور در برگیرنده تأسیسات سپاه پاسداران در حمص مورد حملات موشکی قرار گرفته است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه این حمله را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه در این حملات یک انبار مهمات و برخی دیگر ساختمان‌ها آسیب دیدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است می‌گوید در این حملات 5 تن کشته شدند. این سازمان میگوید حملات یک انبار موشک را تخریب کردند و یادآوری کرده است که نیروهای سپاه پاسداران در سوریه در پایگاه حمص حضور دارند.